دلار بازنده این بازی خواهد شد؟ با عرض سلام و روز بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرسکیلز با مهمترین اخبار و رویدادهایی که امروز چهارشنبه دوم ژوئن 2021 باید بدانید. واحد پول امریکایی روز سه‌شنبه را در برابر اکثر رقبای بزرگ خود پایین‌تر به پایان رساند. البته پوند از این قاعده مستثناست. فعالان بازار از روحیه خوبی برخوردار بودند که منجر به سودهای قابل توجهی در بازارهای سهام شدند. در میان نمونه‌های اروپایی، داکس آلمان به بالاترین رکورد تاریخی رسید. شاخص‌های امریکایی در سطوح بالا کار خود را شروع کردند، اما پیش از بسته شدن اصلاح شده و پایین‌تر بسته شدن. بازده اوراق قرضه خزانه‌داری امریکا در میان نگرانی‌های تورمی که توسط داده‌های ایالات متحده در روز جمعه پیش رو بیشتر شده پیشرفت می‌کند و نشان می‌دهد که شاخص اصلی قیمت مصارف شخصی در ماه می به 3.1% در سال گذشته رسید، بالاتر از 2.9% پیش‌بینی شده و از 1.9% قبلی. جفت ارز یورو یو اس دی در منطقه قیمت 1.2220 تا 30 بدون تغییر معامله می‌شود، در حالی که جی بی پی یو اس دی به 1.5154 صعود کرده. مؤسسه مارکت داده های نهایی شاخص مدیران خرید خود را برای ایالات متحده و اتحادیه اروپا با شماره های بالاتر تجدید نظر کرد، اما در انگلیس کاهش یافت. با این حال انگلستان به خوبی در محدوده گسترش و رشد ادامه داشت. انگلیس برای اولین بار از زمان ابتلا به بیماری همه‌گیر کرونا هیچ مرگ و میری ناشی از ویروس کرونا را در 24 ساعت گذشته گزارش نکرد. همزمان این پادشاهی 3165 مورد مبتلای جدید را گزارش کرد و نخست وزیر بوریس جانسون گفت هیچ دلیلی برای تأخیر در بازگشایی وجود ندارد. ارزهای کالایی به هم ریخته معامله شدن. جفت AUD USD با اندکی افزایش همراه بود و USD CAD بدون تغییر پس از پایین آمدن به پایین ترین سطح چند ساله در 1.2006 بعد از اخبار مربوط به نفت دوباره به روند صعودی نرم بازگشت. طلا با خسارات متوسط روبرو شد و روز را با رقم 1890 دلار به پایان رساند و اکنون در 1885 دلار معامله می شود. این بازار تا 1916 دلار نیز معامله شد، اما در پی تقاضا برای دارایی های پربازده کاهش یافت. قیمت نفت پس از اجلاس اوپک پلاس به بالاترین قیمت‌های دو ساله رسید و این امر تایید قصد افزایش تدریجی تولید توسط اعضا بود. نفت خام امریکا 68 دلار و 85 سنت را لمس کرد و روز را در حدود 68 دلار در هر بشکه به پایان رساند. و اما تقویم اقتصادی، تا کنون داده های منتشر شده از آسیا نشان از رشد تولید ناخالص داخلی استرالیا دارد. در ادامه روز داده های اشتغال اسپانیا، خرده فروشی آلمان و مجوزهای ساختمانی کانادا منتشر خواهد شد و در نهایت داده های مربوط به ذخایر نفتی سازمان پترولیوم امریکا به دلیل تعطیلات روز دوشنبه با یک روز تأخیر امروز منتشر خواهد شد. در کنار داده‌های اقتصادی امروز روز سخنرانی‌های مهم خواهد بود. رئیس بانک مرکزی بریتانیا و آلمان و اعضایی از بانک‌های مرکزی استرالیا و آمریکا نیز امروز سخنرانی خواهند داشت که برای فعالین بازار بسیار مهم خواهد بود. با تشکر از توجه شما عزیزان به این بخش خبری از شما دعوت میکنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما رو با آدرس @ پرسکیلز نیوز دنبال بفرمایید. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.